به شما هممیهنان عزیز در سر تا سر دنیا، سرلشکر خلبان مهدی روحانی هستم از گروه نظام سیاسی عقاب ایران که با شما عزیزان دوستان صحبت میکنم. نوروزتان مبارک باد. انشالله که عید بسیار خوبی برای همه ما ایرانیا باشه، در هر کجایی که هستیم، با هر فرمی که هستیم. برنامه امروز ما خیلی زیاد راجع به دوستی، برادری، برابری، خواهری، برادری، پدری از این صحبت ها خواهد بود. صحبت خشونت و از این حرف ها نداریم. امروز قرار نیست صحبت هایی داشته باشیم که قدیم داشتیم. امروز روز قبول بکنیم که روز عید ما ایرانیان هست، که ما همیشه همونجور که میدونیم فرهنگ ملت ها برایشون مطالبی رو به وجود میاره که مجبور هستیم که با این فرهنگ بسازیم. لطفاً اون اسلاید یک رو بذارین که ببینید دوستان، عقاب ایران هم مثل تمام دوستان دیگه، مثل تمام سازمان ها، ما اعتقاد قوی به تمام فرهنگمون داریم. عید نوروز به همه شما پیروز باد. برای ما نوروزها و همه اعیادی که لااقل قبول داشته باشیم که خنده به لبمون میاره. این چهارشنبه سوری خنده میاره، نوروز خنده میاره. خیلی واقعا چرا ما بشینیم دنبال روزهایی بریم که باید یه حالت خستگی داشته باشیم، بریم تو خونه هامون یا همچین حالت ها بر طریق اونا بگذر. برنامه امروز ما دوستان، من خودم تنها هستم در خدمتون. در آخر برنامه سرکار خانم دکتر پریوش متقیان 10 دقیقه برنامه شونو خواهند داشت. امروز بحث رو گذاشتیم که خطها رو باز کنیم و هر دفعه عقاب ایران از دوستان یه سوالی میکنه. امروز من خواهش کردم از بقیه دوستانم که با هم موافق باشیم که ما سوالی نداشته باشیم. دوستان، ایرانیان عزیز، میتونیم بیان رو خط، هر مطلبی دلتون میخواد بگین. مطمئنن شما انقدر با وفا و با صفا هستید که حرکتی، خدای نکرده، تهمتی به سازمانی، به عده‌ای، به نفری نداشته باشین. چون اگه همچون کیفیت باشه، خب من مجبورم که این رو قطع کنم. البته اتاق فرمان آمادگی کامل داره که اگه شما بخواید پشت سر یه آقای یا ایرانی عزیزی که هر جا زندگی میکنه احتمالاً به نظر شما کار بدی کرده، خود اتاق فرمان این صحبت‌های ناباب رو قطع میکنه. و احیاناً اگه صحبتی بود که من تشخیص دادم صحیح نیست تو برنامه عقاب ایران انجام بشه، من روی خط از اتاق فرمان خواهش میکنم که این رو قطع بکنم. بعدتون برسونم 34 ساله که زندگیمون عوض شده. شاید واسه بعضیا خوب باشه، ولی مسلما برای خیلیا خوب نیست.
من وقتی پریشب توی مهمونی بودم دیدم این دخترها واقعا میگم دیگه همه کس میدونه که من به هر طریق امروز سن پدر بزرگ دارم. من نوه بزرگ خودم 30 سالشه. بر طریق این دخترها مثل دسته گل، مثل اینکه رو هوا اینا مثل عطر نمیدونم بوی عطر گل، بوی عطر رازقی، اینا با هم رو هوا بودن هستن. پسرا واقعا جمله آقا پسرا به این پسرای ایرانی که من دیدم میخورد. چقدر منظم، مرتب، آقا، خانوم، اینا همه دور هم بودن و واقعا یه زندگی بسیار خوشی رو میگذروندن. اتاق فرمان خواهش میکنم خطا رو بذارین روی صفحه تلویزیون، ولی من هنوز خب یه خود صحبت دارم، این خطا رو صفحه تلویزیون باشه میزنم. همونجور که عرض کردم خب مسلما مهمونی جای کار هست، ولی وقتی آدم توی بطن صحبت ها میرفت، وقتی به بعضی صحبت ها گوش میداد، تمام خوشگویی های عید نوروز همش بدل میشد به اینکه انشالله سال دیگه همین موقع هممون با هم در ایران همه سلام علیکا و عید نوروزی ها بدل به این میشد که پس ایشالله میگفتش ایشالله خوب باشی، خوش باشی، ایشالله که سلامت باشی سال آینده، ایشالله که با بچه ها و نوه ها، از این حرفا خیلی بود تشم میامد که واقعا امیدواریم که ایشالله سال دیگه این موقع هممون با هم در ایران باشیم. این یه امر غیر ممکنی نیست عزیزان، خیلی ممکنه. همونجور که من بارها براتون گفتم که دست جمعی، نمیخوام اون جمله رو بیارم که متفاوت باشیم، اگه دست جمعی بخواهیم که مملکت مال هممون باشه، یعنی مال ماها باشه و مال همین امروزی ها، اینها هم ایرانی هستن، بیایم که خوب بخوایم برای همه، بیایم آرزو کنیم یه طوری بگرده که ما بتونیم با همین آقایونی که امروز دارن مملکت رو اداره میکنن دست به دست هم دیگه مملکت بسازیم. توی اینایی که امروز دارن تو مملکت ما کار میکنن با سواد غیر عادی زیاده، آدم های فنی بسیار زیادن، اونایی که عاشق مملکتشونن بسیار زیاده. دوستان عزیزان، این شماره هایی که میبینین رو خط هست، از الان میتونین شماره رو بگیرین، محدود نیستیم به یه صحبتی، هرچی دلتون خواست بگین. ولی عرض کردم اگه یکی دو سه تا باشن که بخوان شوخی بکنن، خب جای شوخی چون نیست، اتاق فرمان این صدا رو حتما قطع خواهد کرد. به هر طریق باید آرزمون این باشه که ما سال دیگه همه ایرانی ها همه با همه در ایران خوش باشیم. میشه خب تعداد زیادی از شما اعتقاد دارین که اگه خدا بخواد میشه، و تعدادی هم نظرات دیگری داریم، ولی به هر طریق عرض کردم امروز روز خشونت نیست، امروز روز برادری، برابری، مساوات، خواهری، پدر، زن، شوهر، پسر، دختر، عمو، همه این چیزا با همدیگه هستش که همه با هم فکر کنیم که دوستان عزیزان داشتن ایرانی قشنگ و ایرانی بزرگ و پرمحتوا دست تمام شماست که در ایران صدای منو امروز میشنوید. این چیز سختی نیست، چیز بزرگ و مهمی اصلا نیست. دوستانی که فکر میکنن که این حرکت حرکت سنگین سخت ما اگه امریکا، خب بابا واقعا همه اینا رو جارو کنین، همه چی دست خودمونه. اینا کیان؟
مگه یه عمر ما زندگی کردیم اینا بودن. بعدترین وقت اگه پیدا شد برمیگردم خدمتتون. شما روی خط تشریف داریم، بفرمایید. شما بخیر آقای سرلشکر روحانی. من برنامه های شما رو همه رو دنبال میکنم. شما یک پدر هستی، منم یک مادرم. همش فکر میکنم چرا جوانای ما باید فرا کنن مغزه و کشورهای دیگر رو بسازن افتخار آوری. برای کشورهای دیگه باشن. هفته پیش من برنامه شما رو با آقای دکتر که زمانم تشریف داشتیم، آقای دکتر زمانی هم گفتن ما باید دنبال یه السیسی باشیم بعد ببینید چه کرده برای مصر. السیسی که بغل دست دکتر نشسته بود، چرا ایشون شما رو معرفی نکرد؟ مگه غیر از این که من سایت شما خیلی میرم، تحصیلات شما رو دیدم، کاراتونو که برای ایران کردین دیدم، افتخار آفرینتون رو دیدم، حقیقتا خوشا به حال بچه های شما. ای کاش که من یاد بگیریم مثل شما. شما رو چرا معرفی نکردن؟ خب السیسی بغل دست آقای دکتر نشسته بود، مگه نمیدونیم ما دیگه کیو بیاریم؟ حالا میگیم شما هم نباشین، بگیم کی بیاد؟ آخه چرا الکی این اپوزیسیون ها هر که برای خودش برم میشه دلش برای ایران میسوزه؟ ما میبینیم والا جیبشو بیشتر میرسه نه ایرانشو. چه کردن برای ما؟ تا کی بشینیم فروپاشی ایرانو ببینیم؟ تا کی بشینیم جوانان از دست رفتمونو ببینیم؟ تا کی بشینیم تنوعی دارو تحمل کنیم؟ تا کی زندانمونو پر کنیم؟ اگر هر ایرانی کمک نکنه به بدبختی ما در ایران کمک کرده. السیسی اگر میخواد بفهمه هی حاضر شما هستین دیگه، دیگه کی باشه بگین کی؟ هر کی شما بگین چشم ما هستین. خیلی من از بنده عباس زنگ میزنم، بیاین ببینید بوشهر چیه، ببینید شمال ببینید چیه، جنوب چیه، زندان ها چیه، خانواده ها چیه. امشب شب عید هیچ کس نداشت، عید هیچ کس نداشت. اون یک ذره آداب و رسوم هم که به ما رسیده اینم دارن لهش میکنن با بدبختی ما اینو نگه داشتیم. السیسی میخوام شما هستین، اگه شما که دلسوزی، شما که تاج و تخت نمیخواد، من برنامه های شما رو دیدم، یک دفعه نگفتیم من میام چه کاره بشم؟ همش میگیم ایران مال شماست. خیلی خوب، اگه مردم غیرت دارن، اگر ایرانی هستن، چرا خارج میسازن؟ چرا بلا میشن خارج میسازن؟ خود ما چی؟ چرا ما رو نسازیم؟ چرا کشورمون رو رها میکنین؟ چرا ما رو بدین بدبختی نشستیم؟ یه روز نگن که مادران امروز خیانتی کردن که 50 سال 57 کردن. ما یه السیسی میخوایم، نه شما میخوایم نه شیخ. متشکرم از وقتتون، خیلی ممنون، مرسی. قربان شما خانم. از ضمن اینکه من تایید میکنم صحبت های جناب دکتر زمانیان رو، خب واقعا اون جا جایی نیستش که دکتر زمانیان منو معرفی کنم بگن این السیسی، ولی مردم خودشون عقلشون میرسه جمع‌بندی کنن ببینن السیسی با چه زندگی از کوچیکی بزرگ شده اومده به بالا. ما السیسی های زیادی در مملکت خودمون داریم، حتما من یکی از اونها هستم، ولی واقعا ما صدها داریم که اگه دوستان عزیزمون دلشون بخواد که واقعا مملکتشون رو نجات بدن. دوستان عزیزانم رو که عرض کردم شماره از روی صفحه تلویزیون رفت اتاق فرمان. این شماره که میاد روی صفحه تلویزیون رو نگاه کنین، به این شماره زنگ بزنین، هر درد دلی دارین راجع به مملکتتون، راجع به هر چی، از این شماره استفاده کنین، زنگ بزنین و صحبت کنین. خب صحبت خیلی هست، من صحبت ها رو اداره میکنم. اجازه بفرمایید بس بریم رو خط دیگه. دوست عزیز شما رو خط تشریف داریم، بفرمایید. الو، با درود به مردم ایران و تبریک. لطفا بلندتر صحبت کنید، بلندتر. بله، با درود به شما جناب روحانی. بنده مجید هستم از ایران. مجید خان صحبت بخیر، عصرت بخیر، شبت بخیر، بفرمو عزیزم. زنده باشید. من تبریک میگم سال نو به شما و همه بینندگانتون و همه ایرانیان در کل دنیا. مرسی، قربانت برم. صده من داری با چند لحظه؟ بله، صدتون داریم، بفرمید. زنده باشید. من حسن خدمت شما از کنم. الو، شما نگاه به تلویزیون رو نکنید، شما صحبتتون رو بکنید. نه، باش باش، چشم. بحث تبریک سال نو من داشتم خدمت همه بینندگان و اینکه نگاه کنید از لحاظ اقتصادی مردم دیدیم که در سختی خیلی زیادی بودن در این سال گذشته و بعدهایی هم که دادن برای
حماسه اقتصادی و برنامه‌ای که داشتن خودشون اعلام کردن که با شکست مواجه شده و هیچ برنامه خاصی هم برای اقتصاد ایران ندارن جز اینکه برن با آمریکا بسازن و البته آمریکا هم میدونه اینا دنبال برنامه هستی هستن زیاد به اینا پا نمیده. پس در نتیجه تنها راهی که مونده باز همون راه براندازی نظام هست و راه خیزش سیلاسای مردم. ما باید تنها فکرمون، تنها دغدغمون و تنها ایدهمون برای مردم و برای آزادی همین باشه که فقط به آزادی فکر کنیم و فقط به خیزش مردمی، چرا که اگر ما به غیر از این فکر کنیم که بخوام دنبال حمایت از دولت روحانی و امثال اونا باشیم بدونید که به هیچ جایی نمیرسیم. طرح سبد کالا نشون داد که روحانی و امثال اون و این رفسنجانی چی هایی که ادعا میکردن از شخصیت مردم و از این برنامه از این شعارهایی که داشتن برای مردم تدبیر و امیدشون نشون داد که هیچ فرق نمی کنه. تا وقتی این سیستم و این رژیم روی کار باشه هیچ فرق نداره، هر کسی بیاد همین سیستمه، چون نگاه اونها به ما مردم همینه. پس ما باید دولتی مردمی و حکومت مردمی را بندازیم و تنها راهش هم همینه که ما یک خیزش سیلاسای واقعا مردمی اولا در یک لحظه باید باشه و دوما همه با هم و جمعیت زیادی باشه که هیچ دفاع نظامی و هیچ گروهی از این گروه های نظامی وابسته به حکومت نتونه سد راه ما باشه. و اگر ما بخوایم میشه و من تقاضام از گروه عقاب ایران اینه که اولا برنامه ریزی کنن برای سال آینده، چون ما خاطر نارضایتی هایی که در پی گرانی بنزین در سال آینده داریم و هدفمندی که مرحله دومش میخواد باشه، این نارضایتی ها اعتصابات سراسری و خیزش عمومی رو در پی خواهد داشت و ما از این فرصت باید استفاده کنیم تا یک فراخوانی که گروه نظامی سیاسی عقاب ایران اعلام میکنه همه گروه های سیاسی اپوزیسیون بیان متحد بشن. از تلویزیون های دیگه من درخواست دارم که بیان متحد بشن و برای تنها راه نجات ایران برنامه ریزی کنن. این راه هایی که نیشینن و صبح و شب در برای صحبت میکنن که سر پنش اینه که سازش با رژیم اینا جواب نمیده، همه بیان برای براندازی و برای خیزش سیلاسا. امیدوارم در سال آینده با همت گروه نظام سیاسی عقاب ایران بتونیم فراخوان خوبی داشته باشیم و مردم استقبال کنن. البته این نیازمند اینه که رسانه‌های مختلف هم همت کنن و همکاری کنن. اگه اجازه فرمایید که از دوستانم هست درباره این برنامه کشتاری که رژیم در سال نو برای مردم رو انداخته یک مطلبی دارن ایشون هم خدمت بینندگان عرض کنن و بعدش هم ما با شما خداحافظی کنیم. بفرمایید. با درود خدمت شما جناب سلشکر و همه بینندگان عزیز. جناب سلشکر، همونجور که شما و دیگر عزیزان در جریان هستند، رژیم برای اینی که مردم رو از سر راه خودش برداره و بتونه به اهداف و مقاصد خودش بیشتر برسه، زیاد و در قالب‌های مختلف و متعدد مردم رو از بین میبره. اینی که میاد و میگه که مثلا مردم برن به تعطیلات و در سفر و تعطیلات نوروزی، بیشتر به این خاطره که طبق آماری که خودشون میدن سالانه نزدیک به 18,000 تا 28,000 نفر از هموطنان ما در تصادفات جاده‌ای از بین میرن. موقعی که سالانه این تعداد بر اثر فقط تصادف، یک تعدادی هم بر اثر چیزهای دیگه از جمعیت ایران کم بشه و از اون طرف هم به مردم اجازه نمیدن که بیشتر از یکی دو تا بچه داشته باشن، خود به خود جمعیت به سمتی میره که ازش بسیار کاهش پیدا میکنه و اینها یه عده میمونن که خودشون میمونن و همه منابع نفتی، منابع زیرزمینی کشور عزیزمون. من خواستم بگم که هموطنان عزیز ما، اینی که میان پلیس و اداره پلیس مرتب اعلام میکنه که جاده ها امنه و مردم برن و در توی این تعطیلات مسافرت داشته باشن، به نظر من اینا مردم به عنوان اعتراض بیان این
تعطیلات و این سفرها را کنار بگذارند و با وسیله های مطمئن در وقتهای دیگری برند و به تعطیلات خودشون و خوشگذرانی خودشون مشغول بشن. خیلی متشکرم. ممنون. شما چند سالتون بود قربان؟ بنده 38 سالمه. زنده باشی. خواهش میکنم ازت همونجور که حتما مطمئن هستم این کار میکنین با جوانان دیگه صحبتاتون رو تقسیم کنین. البته همونجور که عرض کردم امروز ما نه صحبت نه دستور نه هیچ بحث خشونتی نخواهیم داشت. بدون خشونت هم به راحتی میشه مملکت رو گرفت. ببین اگه در یک لحظه زمانی فرض کنین اعلام بشه 10 صبح یه عده که بیرون هستن، اون یه عده که تو خونه سر 10 صبح از در خونهشون بیان بیرون، تنها 20-30 نفر رو میبینی دست بالا هستن، که اون شروع میشه از آقای خامنه‌ای به بعد. این یه حقیقت مطلقیه. اینه با دوستاتون هم در بین بذارین، من یه دنیا ممنون میشم. شما روی خط هستین بفرمایید. بفرمایید شما روی خط هستین. الو شما روی خط هستین بفرمایید. درود بر شما جناب تیمسار روحانی عزیز. سال 2500 شاهنشاهی رو به سرزمین ایران زمینم، هموطنانم، شما سرباز مبارز شاد باش گفته. من طوفان هستم، مسئول سازمان ایران جاوید از آلمان، البته در کانادا هستم. من میخواستم یک خبر ناگوار رو بدم خدمت همرزمان که ما یکی از سربازان همیشه پر افتخار ایران زمین را که خود در خانهش مهمان بودم 3 روز در لندن و لباسش آماده برای سفر به ایران زمین و کیف کوچکش کنار در آماده بود، ولی این سرباز عزیز را ما دیروز در لندن از دست دادیم. یک سرباز از سربازان ایران زمین، یک قدرت از قدرت نجات آزادی ایران زمین ما از دست دادیم. باشد که سربازان دیگر جای سرباز آرش را بگیرن از لندن. با درود و بدرود، خداوند نگهدار ایران باد. طوفان مونترال کانادا، پاینده ایران. خیلی متشکر خانم عزیز. شما روی خط تشریف داریم بفرمایید. الان سلام سرلشکر، درود بر شما، سال نوتون مبارک. سال نوت شما مبارک. ما میخواستم بگم که 100 سال این سالها هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. خیلی ممنون عزیز، قربان شما. شما روی خط تشریف داریم بفرمید. درود بر شما تیمسار. یه خود لطفا بلندتر صحبت کنید. درود بر شما تیمسار عزیز، سال نو به شما خجسته باد. قربان شما. در مورد فرمایشاتی که این هموطنمون از صحبت فرمودن، استدعا میکنم که سخن رو یه مقدار کوتاه بکنن که بعد به سایرین هم برسیم، با توجه به فرصت کمی که بینندگان برنامه شما دارن. بنده میخواستم خدمتتون عرض کنم و خدمت هموطنان رو عرض کنم که هر فرد ایرانی غیر از عناصری که وابسته به رژیم هستن یک السیسی هست، در وجودشون یک السیسی وجود داره، باید وجود در وجود خودشون کاوش کنن و این قدرت رو در خودشون پیدا بکنن و از نیروهایی که هست الهام بگیرن و همونطوری که گروه نظامی عقاب اشاره کردن با حرکت میلیونی میشن به سرمقصد منزل برسن. سپاسگزارم از این فرصتی که به بنده دادید. خدا نگهدارم. قربان شما. شما روی خط تشریف داریم بفرمایید. الو. الو شما روی خط تشریف داریم. الو.
الو شما رو خط هستین، بفرمایید. درود بر شما تلاشگر. قربون شما. من میخواستم حمایت خودم به عنوان یک ایرانی از خیزش عقاب ایران اعلام کنم و بگم قبل از اینکه مردم ایران بخوان علیه این حکومت قیام کنن، باید علیه شبکه‌های مثل بی بی سی و صدای آمریکا که همیشه میان خط عوض میکنن قیام کنن. این شبکه‌ها رو نبینن و سانسور کنن، تو خونه‌ها قطع کنن، از رو ماهواره‌ها بندازن بیرون شبکه‌ها رو. ایران که باعث میشن خط مردم ایران گم بشه. آقای روحانی از شما خواهش میکنم قبل از اینکه خیزش اعلام کنید یه برنامه قوی در این رابطه اجرا کنید تا همه مردم ایران بیدار بشن و حمایت کنن از خیزش عقاب ایران. درود بر سرلشکر روحانی، درود بر ایران. مرسی عزیزم، قربان شما. دوستان عزیزان شما روی خط تشریف داری، بفرمایید. درود بر شما جناب سرلشکر و تبریک سال نو. قربان شما، یه کمی بلندتر صحبت بفرمایید. بله، من میخواستم از جنابعالی خواهش کنم چون اطلاعات نظامی داری در مورد این جنگ‌های نامتقارن و یا نامتعارف یه توضیحاتی بدین. وقتی که دشمن با چنین سبوعیت و قدرتی باشه، طرف مقابل از جنگ‌های نامتقارن باید استفاده کنه. خیلی ممنون. بله، صداتون شنیدم. چشم، اینجام یادداشت میذارم که بتونم صحبت کنم با تون. شما روی خط تشریف داریم، بفرمایید. درود بر شما جناب آقای تلاشگر. درود بر شما قربان. جناب تلاشگر، این خیزش سیلاتای انتها دفاع نظامی ندارد. مردم به هوش باشید، بیایید و به جناب تلاشگر روحانی اعتماد کنید، چرا که این مرد به فکر آزادیه، به فکر اینه که ما را نجات بده. درود بر جناب تلاشگر روحانی قهرمان. خیلی ممنون، قربان شما. دوستان عزیزان خواهش میکنم جایی که اسم منو بیارین و محبت بکنین بیشتر راجع به مملکت عزیزمون ایران صحبت بفرمایید. شما روی خطش دارین، بفرمایید. الو شما روی خط هستین، شما روی خط هستین، بفرمایید. الو درود بر شما. شما مردی این صدا رو در آوردی، خیلی بازم از شما ممنون. شما روی خط هستین، بفهمید. الو بفهمید، روی خط. بله بفهمید. سلام. سلام قربون. الو روی خط هستین، بفهمید. وقتی که خطا بسیار زیاد میشه قاطی میکنن. شما سلام جناب سرلشکر. آقا اینو بلش کنین، لطف کنین راجع به ایران صحبت کنین، ممنون میشم. من از همون دوران شما هستم، از همون نسل قدیم ایران هستم. شما روی خط هستین، بفرمایید. خوب بعد تلاشیت روحانی. باز اسم من آوردین عزیزان، خواهش میکنم برین راجع به ایران صحبت کنید. دوستان یه مقداری مواظب باشین، اتاق فرمان ما جلو شما رو میگیره، این کار درستی نیست. شما روی خط هستین، بفرمایید. بفرمایید روی خط هستین. الو بفرمایید. الو. خب یه خود خطا کمی شلوغ کردن. من یکی از دوستانم صحبتی داشتن، اولا یه خبری رسیده که عینشو براتون میخونم. دوستانی که میخوان صحبت کنن خط تلفن روی صفحه تلویزیون هست، زنگ بزنن صحبت کن. خبری که رسیده اسکادران 021 یا میشه گفت اسکادران 21 از ایران
زنگ زدن و گفتن که دارن پولهای مردم رو جابجا میکنن. در این زمینه به مردم بگوید مواظب پولهای خودشون که در بانک ها هست باشن. انشاءالله که این امر دروغ باشه. اگه صحیح خبر دادن که شما جلوشو بگیرید. شما رو خط هستیم، بفرمایید. آقا شما رو خط هستیم. بفرمایید شما رو خط هستیم. درود بر شما، خسته نباشید. مرسی عزیزم. می‌خواستم بگم زنده باد عقاب، زنده باد سرلشکر روحانی، و ما می‌خوایم ایران و ایران کل ایران رو برای خودمون داشته باشیم. ایران رو نمی‌خوایم تکه تکه کنیم و همیشه مبارزه می‌کنیم با کسایی که تجزیه می‌خوان بکنن ایران رو، مثل امثال این روزاده چالنگی، اینا که می‌خوان ایران ما رو قطعه کنن، با اینا مقابله می‌کنیم و همواره بر ایرانی بودن خودمون می‌باریم و ایرانو کامل می‌خوایم، نه جدا جدا. همه یک، ما یک بدن هستیم، اعضای یک بدن هستیم و از پیکره بدن خودمون ایران عزیزمون همیشه و همواره دفاع میکنیم و از کسانی که میخوان کشور ما رو تکه تکه کنن، تجزیه کنن، مثل مزدورانی، مثل نوریزاده چالنگی و امثال این، همیشه مبارزه میکنیم. خیلی متشکرم. من عزیزم میشه ازتون یه خواهش کنم؟ جونم ببین عزیز جان، این صحبتاتو خواهش میکنم یه دار دیگه شروع کن، بدون اینکه اسم منو بیاری. راجع به ایران صحبت کن، خواهش میکنم. ایران وطن منه، ایران جان منه، ایران ناموس منه، ایران خاک منه. من از ایران دفاع خواهم کرد. من برای دفاع از این وطنم مبارزه خواهم کرد، خونم رو خواهم ریخت، چون ایران کشوری که برای منه و من حتی نمیخوام یک وجب از ایران جدا بشه، تجزیه بشه. همیشه من علیه تجزیه طلبان مخالفت کردم و با اونها دشمنی کردم و در مقابلشون ایستادم و علیه تجزیه طلبانی که میخوان ایران ما رو تکه تکه کنن می ایستم و مبارزه میکنم. مزدوران زیادی هستن که میخوان کشور ما رو تکه تکه کنن، مزدوران عربها مثل نوریزاده که از عربها پول میگیرن، شبکه ایران فردا رو میزنن تا بخوان ایران ما رو تجزیه کنن. من علیه اینا همیشه و همواره مبارزه خواهم کرد. خیلی متشکرم، ممنون. دوستان عزیزان، مطالبی که اینجا بحث میشه مطمئنا نمیتونه همش مورد تایید عقاب ایران باشه، یا حالا ممکنه بعضیاش، البته بعضیاش ممکنه که حسن نظری روش نباشه، ولی همچه که عرض میکنم از برنامه عقاب پخش میشود، ولی لازم نیستش که برنامه مورد تایید عقاب ایران باشه. شما روی خط هستیم، بفرمایید. الو، صداتون خوب نمیاد آقا، صداتون خوب نمیاد. شما رو یه خط هستیم، بفرمید. درود بر شما تیم سر، درود به همه همیهنان گرامی، نوروز رو شاد باش میگم. نوروز خجسته باد بر همه ایرانیان و ایرانی تباران. تیمسار سپاس از برنامه خوبتون. آرزومندم هممون در کنار هم قرار بگیریم برای آزادی کشورمون. من خواهش میکنم 13 پدر رو بیشتر و در کنار هم از زموزرتون با شدت هرچه تمامتر با شکوه بیشتر برگزار کنیم و همچنین اگر امکان داره تبلیغ بفرمید برای 13 اردیبهشت که صدای منو دارین تیم سر؟ بله بله بفرمایید. بله، برای 13 اردیبهشت رو که قرار شد که ملت ایران، نه امت، ملت ایران از خونه هاشون بیرون نیان، این برای مبارزه با جمهوری اسلامی. من خواهش میکنم اینو اعلام بفرمایید که مردم بدونن. من از برنامه خوب شما سپاسگزارم. از همه ملت خواهش میکنم، ملت ایران، اونهایی که دلشون در گروه آزاد ایرانه، در کنار هم قرار بگیرن و به عقاب ایران بپیوندن. سپاس از مهرتون. باز هم نوروز را به همه شما گرامیان شاد باش میگم. خجسته نوروز، زنده باشید شما. بدرود تا درود دیگر.
نوروز به شما هم فرخنده باد و به همه هممیهنان عزیز. شما روی خط هستیم، بفرمایید. درود بر شما و عید شما. لطفا یک کمی بلندتر صحبت بفرمایید. درود بر شما جناب خلبان مهدی روحانی. قربان شما. جناب روحانی اجازه دارم من یک انتقاد بکنم از شما؟ والا جای اون گفتم من اول برنامه گفتم من انتقاد همه چی رو قبول میکنم. بفرمایید گوش میکنم خدمتتون. من میخوام بپرسم ببینید هر شاگردی که دانشگاه میره مدرسه میره یک کارنامه‌ای در آخر سال خواهد داشت. مسلما شما اگر یک کاری انجام میدید در آخر ماه حقوقی خواهید داشت. همه جای دنیا همینطور بوده و همینطور خواهد بود. هر کاری یک کاراکتری داره و یک نتیجه میده. من میخوام بپرسم از شما، یعنی شما لطف کنید بفهمین که در این چند سالی که شما این کارو میکنید آیا نتیجه گرفتید، فرقی کرده، یا در آینده فکر میکنید در سال 2014 تا الان 1393 2393 هم فکر میکنید شما اگه بشینید اینجا صحبت کنید نتیجه میگیریم؟ ما به حضرتون برسونم، مادام که شنوندگان ما مثل شخص شما باشن حتما نتیجه نمیگیریم، ولی ما اعتقاد پیدا کردیم در این مدت زیاد که 99% شنوندگان ما غیر از شخص شما فکر میکنن و ایشالله که شما هم هر جوری فکر میکنیم موفق باشیم. بفرمایید شما رو خط هست. الو شما رو خطی، بفرمایید شما رو خطی. این حالتی است که برای آقای همایون هم اتفاق میفته وقتی که میان برنامه رو باز میکنن که میگن رو خط هستین، یه تعدادی هستن که میان خطا رو پر میکنن که به کس دیگه وقت نرسه. شما روی خط هستین، بفرمایید. الو، همینجور که میبینین دوستان میاد رو خط، وقتی ما این زور میدیم و میگیم الو یه مقداری وقت رو میکشن و صحبت نیست. الو شما روی خط هستیم. الو درود بر شما و سال نو. یه خود بلندتر صحبت بفرمایید، صداتون نمیاد. صداتون نمیاد قربون، صداتون نمیاد. شما رو خطش داریم، بفرمایید. الو الو بفرمایید. سلام عرض میکنم. سلام خانم عزیز، مبارک. قربون شما. این صدا دو نفر است مثل این که نه خیلی، بفرمایید. شما یه نفر این صحبت میکنید، صداتون هم خوبه. بله، این آقا با ما میگه الو بفرماییم، ما دوباره داریم صحبت میکنیم. اون خط رو خط افتاده ولی صدای شما سالم داره پخش میشه. بله، حالتون خوبه؟ عیدتون مبارک. عید شما مبارک. خواستم خدمتتون عرض کنم که شما قرار بود که عقاب این پرواز کنین دو ساله، چطور پرواز نکردین دوباره پیداتون شده؟ خانم شما این صداتو که درست کردی، صداتو خیلی قشنگ درست کردی. دوستان همینجور که ملازم میفرمایید، خب واقعا اسمشو مینیمومش اینه که ما یه پولی دادیم، یه مقدار زحمت کشیدیم. من دیشب 12 شب خوابیدم، صبح ساعت 4:30 و 5 بیدار شدم، 200 کیلومتر رانندگی کردم، اومدم اینجا که یه 2-3 تا مردک اسمشو عوض کنه، حالت اسم زن باشه. شما قرار بود پرواز کنی، پس پروازت چی شد؟ البته چون میدونم ایشون مرد بود، این جمله رو به من ببخشید، چون ایشون مرد بود. خب مردی که احمق، به تو چه برادر که ما داریم چیکار میکنیم؟ شما روی خط هستیم، بفرمایید. الو درود بر شما. درود بر شما قربون. تا
تبریک سال نو خدمت شما و همه همکارانتون. به نظر من تا قدرت‌های جهان تصمیم نگیرن در مورد سرنوشت کشور ما هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. یعنی اون خیزش سیلاسایی که صحبتش شده انجام نخواهد شد. و اون چه موقعی؟ موقعی که یک سختی، یک محرومیت، یک اتفاق سختی در کشور بیفته. حالا مثلا به عنوان مثال میگم برق قطع بشه، بخشای وسیع از کشور به دست خود آمریکا، سیستم برق کشور با حمله مغناطیسی از کار بیفته، بخشای وسیع از کشور به خاموشی بره، پمپ بنزین تعطیل بشه. و میدید اون موقع است که اون خیلی سیلاسایی که از سالها پیش صحبت کردید زن و مرد پیر و جوان در همه کشور رو خواهد و رژیم ظرف عرضتون برسونم. اجازه بدین به عرضتون برسونم چون وقتم کمه، باید سرکار خانم متقیان بیان رو خط صحبتشون رو کنم. ببین دوستان عزیزم، این که شما فرمودین یکی از بدترین و آخرین راه حل‌های کثیفه. راه حل‌های تمیز داریم، کثیف هم داریم. راه حل کثیفش اینه که ما ملت ایران فقط فکرشو بکنیم که یا امریکا یا چین یا روسیه. نه، نمیشه. اون مال موقعی است که ما ملت که تمام قدرت دست ماست بشینیم روی زمین، یا قطعاتی یا گرفتاری من نظر اقتصادی مشکلات روزمره، سرکوب حکومت دیکتاتوری هم در اوج خودش هست، همه اینا رو شما اطلاع دارید. مسلمه نمیتونه بعد یه اتفاقی بیفته، یه بهانه‌ای باشه که مردم اون خیرش سیر از اتفاق بیفته. و این اتفاق این خب مردم عزیزم اجازه بدید منم بگم، مردم یکی از اون مردم شمایی. مادام که طرز فکر یه ایرانی که 34 سال مملکت چه دست داده این باشه که تا امریکا نیاد که من میگم مرگ بر این طرز تفکر، این حتما حتما دوستان عزیزان به این کیفیت که شما داری میگی که امریکا بیاد، اینا اون اینی نیستش که بتونه زندگی نجات ما رو تهیه کنه. مگه ما مردیم؟ مگه ما نمیدونم قدرتش رو نداریم؟ دوستان عزیزان اون چی که ازشون شنیدین من نمره صفر بهش میدم، برای اینکه ملت ایران اون قدرت رو داره که روی پاش بیسته و واقعا این دشمن داخلی رو فقط از مملکت بیرونش کنه، به همین سادگی. خواهش میکنم اتاق فرمان خانم دکتر رو بیاری رو خط. دوستان عزیزان بازم اگه تلفن بفهمید من در خدمتتون هستم اگه صحبتی داشته باشین. ولی واقعا باید یه مقداری ما فکر کنیم به اون چی که گذشت، به این صحبتهایی که ما شنیدیم. بفرمایید شما رو خطین خانم جون، یه خود بلندتر بفرمایید. بفرمایید خانم دکتر.
درود بر شما آقای روحانی، عیدتون مبارک. عید شما مبارک خانم جون. من میخوام بگم به اونایی که زنگ میزنن اخبار منفی پخش میکنن، بذار برن از مردم مصر یاد بگیرن. مصری ها منتظر نشدن آمریکا بیاد بیرون کمکشون کنه. حرفتون بسیار پسندیده است خانم، خیلی متشکرم. ممنون. تونست، مردم تونست خودشون حقشون رو گرفتن. مصری ها منتظر نشدن. متشکرم. ممنون. تونست، مردم تونست خودشون حقشون رو گرفتن. مصری ها منتظر نشدن، نگفتن بذار آمریکا یا کشورهای دیگه اروپایی بیان کمکمون کنن. خجالت بکشین میایین اخبار منفی پخش میکنین. خانم جون چاچو رو خطین تشریف نبرین، برسون برسونم. این یک سیستمیه تقریبا روی این تلویزیون کانال یک. این فرم طوریه که به محض اینکه آقای همایون میان که با مردم صحبت کنم، همه خطا رو پر میکنن، میپوشونن. وقتی شما میگی بفرمایین، صداش پیداست که شما دو دقیقه پیش، سه دقیقه پیش این صدا رو شنیده بودی. ولی در هر صورت اینا هستن و این مردم. حالا ببینین این خانوم در حدود 30-40 ثانیه صحبت کردن، مغز کلام رو ایشون فرمودن، با اینکه صداشون هم نشون میداد که سنی ندارن. ولی اونایی که میبینین میان تلفن رو پخش میکنن و اونجور صحبت ها رو باز میکنن، ببین نمیشه گفت اینا ایرانی نیستن. شما روی خطی بفرمین. الو آقا بفرمین، یه خود تندتر لطفا. سلام شما آقای روحانی. برو آقا خداحافظ. شما رو همون خط هستی که دائم میان میبینین که خطا رو میگیره، واسه اینکه یه خانومی مثل اون خانم که دیدین ایشون روی خط نیاد. اونایی که با آقای روحانی شروع میکنن یا تیمسار شروع میکنن، اونا اومدن وقت ما رو بگیرن. عزیزان بریم رو صحبتی که این خانم کردن، که واقعا تونس رو دیدیم، مصر رو دیدیم، همه جا رو دیدیم. چه جوری شده که ما ها همه با هم خوابیدیم، میخوایم که یک کس دیگه بیاد مملکت ما رو نجات بده. اون کس دیگر چرا بیاد کشته بده پدر خودشو دراره، مقدار سنگینی پول خرج کنه تا بتونه مملکت ما رو نجات بده. اگه یک کمی شعور در مغزتون باشه، میرسیم به اون جایی که یه مملکتی بیاد پول بذاره کشته بده مملکت ما رو نجات بده. بابت چی؟ قبول دارین اگه یه همچین قراری بشه و بخوای یه همچین کاری بکنم، بعد میگن نصف اون نفتتون مال ما، بعد میان میگن نصف خوزستان مال ما، یا نه کم شعور دائمی؟ لطفا برو مثل بقیه جوونا خودتو روشن کن، بفهم دنیا کجاست، ما کجاییم. هر چه ایران میکشه از دست جوانان شبیه تو میکشه، که وایسادی که امریکا بیاد برق و قطع کنه تا ما بتونیم مملکت رو نجات بدیم. دوستان عزیزان، بدون امریکا، بدون چین، بدون روسیه، بدون هیچ کسی، اصلا یعنی راحت ترین راه نجات مملکت یه دونه است، اونم دست ما ایرانی هاست. خودمونیم که میتونیم. اگر نخواهیم که بشود، این حالتی میاد که امروز هست، موقعی که میتونیم و نمی کنیم. خیلی شبیه اینه که پول تو جیبت داری ولی گرسنگی رو تحمل میکنی و نمیری واسه خودت غذا بخونی. شما روی خط تشریف داریم، بفرمایید. اینه همونان که براتون گفتم، خط رو اشغال میکنن که صحبت‌های جالبی که مردم احتیاج دارن
شنیده نشه. به خصوص نمیدونم چرا بیشتر این توی این تلویزیون میشه، شاید به دلیل اینکه آقای همایون بیشتر از همه رؤسای تلویزیون ها صحبت میکنن و در نتیجه اون باعث میشه که حتما این گرفتاری به وجود بیاد. ولی خب چاره نداره، اینا هم یه مقدار آدم هم بذارین اینجوری دل خودشون رو خوش بکنن. اگر یک کسی میاد دلش برای ایران میسوزه، با جمله تیمسار روحانی یا آقای روحانی شروع نمیکنه، با جمله شروع میکنه که دلش از ایران بهش میگه. اینایی که میان اینجوری خطا رو باز میکنن، اینا برنامه دارن، دستور گرفتن، اینا پول گرفتن که یه همچین طوری صحبت بکنن. البته ما مشکلی نداریم، خب اتاق فرمان جلوشونو میگیره، همونجور که دیدین جلوی چند نفرشونم گرفت، حرفی نداره. همین تلفن هست، شما رو خطیم بفرمه. آقای فراشگر روحانی، مثل این که مردم ایران خوابن، نمیدونن آمریکا تو ایرانه. الان برنامه اعزام دانشجو دوباره گذاشتن برن آمریکا. این همه ببر و بیار و بیار و ظریف بره این ور و اون بیاد، اون ور و توی یمن بیاد، خانم مارتین اشتون بیاد و ماشین پژو بیاد و این بیاد، پس اینا تو مملکت هم دیگه کجان اینا؟ مثل که ملت ایران خوابن. بعدم هم میگن عید و تبریک، عید و تبریک. کدوم عید؟ عید 34 سال ما کدوم روز عید من بوده؟ یه سال بگیم بهتر از سال بعد باشه، اون وقت میگیم عید مبارک. عید رفتم ماهی بخرم میخوانم، التماس میکرد ماهی. اینقدر از مردم خرابه. شما بیان بیان فرودگاه مهرآباد شده فرودگاه بروبیای هواپیمای شخصی همین وزارت خونه آب و روسیه و نمیدونم انگلیس و آمریکا. وزیر امور انگلیس دیگه عمر خارجه انگلیس دیگه میده تخت خوابشو بره بندازه سعدآباد در حال وریتی مفنگی بخوابه. اینا مردم خوابه، شرم برای کاری که سنده اومدن رو خط شعور ندارن. زنده باد ملت مصر، زنده باد السیسی. مرز بر ارتش ایران اگه بلند نشه. مرسی، خیلی ممنون. ایشون هم یه جور درد دلش رو خالی کرد. و ممنون که میبینین بیشتر خانوم ها هستن که دلشون واسه مملکت شور میزن. ما در عقاب ایران بارها و بارها نهایت، واقعا نهایت ابهت رو به خانوم های ایرانی دادیم. آخر هم مردان ایرانی آخر و بریم خجالت بکشیم. دوستان عزیزان، یک دقیقه به آخر برنامه من مونده. همونج که بهتون عرض کرده بودم، میخواستیم امروز به خود آروم باشیم و راجب خشونت صحبتی نباشه. البته کمی دوستایی کار کردن، ناراحت این که میان خطا رو اشغال میکنن که کسی دیگه نتونه بیاد حرف بزنه. نباشیم، بالاخره جمهوری اسلامی داره جرجر میشه وقتی برنامه های ما و برنامه های شبیه ما رو داره نگاه میکنه. مسلم پول خرج میکنه که این بر همون خطه الان اینجاست. گوش کنید، بفرمایید شما رو خطی. الو، بفرمایید شما رو خطی. درود بر شما. 34 سال این سالها نروزتان پیروز، هر روزتان نروز. تیمسار جان چند شده وقتی زیاده میخواییم ما بیان مشتاقن هر مردم واقعا برای این چه فقط شما یه روزی انتخاب بکنه با ما یه رفتاخید ما بیان توی خیابون. تیمسار مردم مطمئن باش فهمهشون گوش به فهمان شما کسی هم فریب شبکار دیگه مثل مفرد یه سویه رو نمیخوره. من منتظرم که آخر همین برنامه روز رفتاخیز اعلام بکنه دیگه. قربون شما، خیلی متشکرم. ممنون دوستان، برنامه ما به انتها رسید. مثل همیشه تنها اشکالی که ما داشتیم این بود که سرکار خانم دکتر متقیان به علت فنی نتونستن رو خط بیان. هفته پیشم یه همچین اشکالی رو ما داشتیم. از دوستانی که اومدن یه مقدار نظراتشون رو راجع به مملکتشون گفت متشکر و ممنون هستیم. خوب و خوش و سلامت. بازم در ته برنامه واقعا شالا که نوروزی باشه
با پیروزی کامل برای ملت ایران. نوروزتان پیروز.